سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به دعایی برای روابط اجتماعی و تقویت اعتماد به نفس اشاره میکنیم. ممنون که امروز هم به کانال نیایش سر زدین و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه های ما قرار بگیرید. افسردگی امروز شایع‌ترین اختلال روانی است که در همه جوامع و همه گروه‌های سنی دیده می‌شود. این اختلال بر جنبه‌های گوناگون زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بی‌اشتهایی، احساس خستگی، غمگینی، ناامیدی و احساس درماندگی از نشانه‌های مهم افسردگی است. روانشناسان در تحقیقات خود به تأثیر یک یا چند عامل از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی در افسردگی اشاره کردند. در منابع اسلامی، علت عمده افسردگی نگرش‌های نامعقول، افراط و تفریط در خواسته‌ها، تأثیر گناه، کمرنگ شدن معنویت در زندگی و نبود غنای روحی است. کسی که خدا را فراموش می‌کند، خود را نیز از یاد می‌برد. این موضوع زمینه را برای انواع اختلالات روانی فراهم می کند. خداوند می فرماید هر کس از یاد من روی گرداند زندگی سختی خواهد داشت. دور شدن از مذهب، قطع رابطه با خدا و داشتن افکار و اندیشه های غلط می تواند سبب ایجاد و تشدید اختلالات روانی و افسردگی در فرد شود. برای پیشگیری و درمان افسردگی، بزرگان دین بر نگرش صحیح افراد از خود، هستی، خدا، زندگی و سنت‌های حاکم بر آن تأکید کردند و آموزش‌های لازم را دادند. در احادیث گوناگون این نکته یادآور شده است که شناخت واقع بینانه، منطقی و درست افسردگی را می‌زداید. از آنجا که دعا و نیایش نیز برخواسته از باورهای ویژه است، می‌تواند به پیشگیری و درمان افسردگی کمک کند. دانستن معنا و هدف زندگی، احساس تعلق داشتن به منبع والا و امیدواری به یاری خداوند در شرایط سخت زندگی همگی از جمله باورهایی هستند که افراد مذهبی با بهره‌مندی از آنها می توانند از دچار شدن به افسردگی پیشگیری کنند. در روایات افسردگی را به غم تعبیر کردند و البته یادآور شدند که از دعا برای درمان آن استفاده کنید. پژوهش‌ها نشان داده است که برخی درمان اسکیزوفرنی‌های حاد، حملات مانیک، موارد قصد خودکشی، واکنش مرگ، جامعه ستیزی به کمک دعا و نیایش قابل درمان است. دعا و تمرین‌های معنوی منظم موجب بهبود و ارتقای سلامت عاطفی و باعث ایجاد اهداف بزرگ می‌شود. ارتباط با قدرت برتر هدفهای شما را بزرگتر و عالی‌تر می‌کند و به روزها و لحظه‌های زندگی شما معنی می‌دهد. اعتقاد به معنویت و بودن در میان افرادی که به قدرت برتر اعتقاد دارند، موجب بهبود روابط اجتماعی و پیشرفت روحی می‌شود. همچنین معنویت و دعا پیشرفت روح و سلامت را به همراه دارد. معنویت و دین در مواجهه با حوادث تلخ و غیر قابل پیشبینی زندگی به انسان کمک قابل توجهی می کند. دعای هفت جلاله از جمله دعاهایی است که حک کردن آن بر روی انگشتر حدید توصیه شده است. این دعا خواص فراوانی از جمله ایجاد شهامت، دور کردن افکار منفی و غیره دارد. دنیایی که در آن زندگی می کنیم پر از استرس و انرژی های منفی است. یکی از راه‌های مقابله با این مشکلات همراه داشتن بعضی اذکار و دعاهاست. مثلا دعای هفت جلاله که برای ایجاد اعتماد به نفس و دور کردن افکار منفی بسیار مؤثر است. دعای هفت جلاله را معمولاً بر انگشتر حدید حک می‌کنند. اما اگر به حدید دسترسی ندارید، نوشتن آن بر روی کاغذ هم کفایت می‌کند. متن دعای هفت جلاله: اعوذ بجلال الله، اعوذ بکلمات الله، اعوذ برسول الله، آمنت بالله و کتبه،
انی واثقون بالله و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله مخلصن. خواص دعای هفت جلاله: به همراه داشتن انگشتر با نگین حدید خواص فراوانی دارد. حالا اگر بر روی نگین آن دعای هفت جلاله هم حک شده باشد که دیگر نور علا نور می شود. فقط کافیست بدانید که اگر دعای هفت جلاله را بر روی سنگ حدید حک کنید و آن را همیشه به همراه داشته باشید، از شر جنیان در امان خواهید بود. باعث گشایش در کار می شود. گرفتاری های مهمتان را رفع می کند. اثر چشم بد را از بین می برد. باعث آسان شدن زایمان می شود. حاجت های بزرگ را برآورده می کند. باعث ایمن شدن در برابر ترس ها می شود. همانطور که گفتیم، نگین حدید ویژگی های منحصر به فردی دارد که عبارتند از ایجاد شهامت، قدرت، استقامت و نشاط، بالا رفتن قدرت تمرکز و تقویت حافظه، جلوگیری از جذب امواج منفی دیگران، تقویت اراده، غلبه بر وسواس و کمک به ترک اعتیاد، تنظیم جریان خون، تحریک جذب آهن، رفع اضطراب و بیخوابی. ذکر مجرب برای اعتماد به نفس و داشتن اعتماد به نفس قوی. هر کس این دعا را هر صبح بعد از نماز بخواند، اعتماد به نفسش بیشتر می شود و هر کس هر چقدر قرضی که داشته باشد ادا می شود. متاع زندگی او روزافزون شود و دشمنان زیاد و همسایه های بد از شخص دور شوند و هیچ آسیبی به وی نرسانند و ترس از حکام و افرادی که از او واهمه دارید از شما دور و زایل می شود و هر امر و مشکلاتی برایتان پیش آمد رفع می شود. حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر کس این آیات یا دعا را بخواند و ثواب آنها را به روح والدین ببخشد، ایشان را حقی در گردن فرزند نماند. شما این دعا را می توانید بعد از نماز صبح بخوانید و اگر برای هر مطلبی این دعا را می خوانید، به مدت 21 روز بعد از نماز صبح یک بار بخوانید و روز 22 دو رکعت نماز برای حضرت علی علیه السلام بخوانید و 6 بسته نمک بیرون زکات کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. فلله الحمد و رب السماوات و الارض رب العالمین و له العظمته فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له الفضل فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له النور فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. فلله الحمد و رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له الملک فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم.